مقامها در وزارت مالیه میگویند که بیش از 700 اراده بس های دولتی ترمیم و دوباره در جاده های کابل و ولایت ها براه انداخته می شوند از سوی دیگر مسئولین ریاست ملی بس تصریح می کنند که قبل از روی کار آمدن امارات اسلامی تعداد وسایط فعال در کشور و صفر رسیده بود اما در نزدیک به دو سال گذشته 170 اراده بس دولتی ترمیم و دوباره به کار انداخته شدند صدها اراد ملی بس دولتی که طی دو دهه گذشته از سوی کشورهای ژاپن، هند، ایران و پاکستان به افغانستان کمک کردیده بودند در اثر فساد گسترده بی توجهی مسئولین رانندگان و مردم از کار افتاده است که برخ از آنها حتی قابل ترمیم نمی باشند. اکنون وزارت مالیه و ریاست ملی بس می که آنان سعی دارند تا بس های از کار افتاده را ترمیم و در اختیار شهروندان قرار بدهند. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت سرپرست امارت اسلامی در گفتگو با رسانه ها تصریح کرد که این وزارت تا کنون ده ها اراده بس دولتی را ترمیم کرده است که در آخرین مورد اوایل این هفته هشت اراده بس ترمیم و دوباره به حرکت در آمده است بر بنیاد گفته های حقمل وزارت مالیه می خواهد تا بار دیگر فعالیت های شرکت ملی بس دولتی به منظور ایجاد فرصت های شغلی برای مردم جلوگیری از ازدهام در شهر و همچنین سوالت بیشتر مسافران از نظر حمل و نقل و کرایه های معقول از سر گرفته شود در همین حال مولوی عبدالولی عمری رئیس شرکت دولتی ملی بستر گفتگو با رسانه ها خاطر نشان ساخت که قبل از آمدن امارت اسلامی تعداد بس های فعال در سطح شهر به صفر رسیده بود اما با روی کار آمدن حکومت جدید تا کنون 170 اراده بس ترمیم و در خدمت مردم قرار گرفته است او اضافه کرد که 130 اراده از بس های ترمیم شده در کابل و چهل اراده دیگر در ولایت ها توضیف شدند. بر بنیاد گفته های عمری میخانیک های افغانستانی توان ترمیم بس های از کار افتاده را دارند و اکثر پروزه های این بس ها نیز از خارج وارد و در گدام های ریاست ملی بس جابجا شدند گفتنی است که شرکت ملی بس دولتی که فراهم کننده بس های شهری میباشد از سوی دولت مدیریت می شود و در مسیرهای مختلف فعالیت دارد و برای رفت آمد شهروندان سهولت ترانسپورتی را ایجاد کرده است این شرکت در سال 13 هجری خورشیدی توسط حفظ الله و محتاب الدین به نام سرویس با سرمایه ابتدایی 300 میلیون افغانی تأسیس کردید. اما این شرکت بعد از چندین سال فعالیت ورشکست و مقروض بانک ملی گردید و در سال 1354 به تصدی ملی بس دولتی در چوکات وزارت مالیه به فعالیت خود ادامه داد